و در ارتفاع بالا بر دیوارها نقش می کردند. این نقاشی ها دارای کیفیتی واقع گرایانه هستند که برای آن روزگار غیر طبیعی و عجیب به نظر می رسد و خود نشان دهنده آن است که نقاشی ها در واقع نوعی وسیله کمکی بصری بودند تا شکارچیان بتوانند با نگریستن به آنها خاطره خود را از آن جانوران زنده نگه دارند و نیز مطالبی را بدان وسیله به شکارچیان بی تجربه بیاموزند. نکته‌ای که در تایید این موضوع میتوان گفت آن است که روی این نقاشی‌ها علائمی شبیه به پیکان وجود دارد که نقاط حساس بدن جانور را نشان می‌دهد. عنصر خط در آنها نقش بسیار مهمی دارد و از زیبایی چشمگیری برخوردار است و این نشان می‌دهد که نقاشان نخستین ما کار خود را با عشق و شوری فراوان انجام داده‌اند. احتمالاً ساکنان 30 قرن پیش این غارها به هنگام زمستان در این غارها به رویاهای خوش تابستان و زمان وفور غذا فرو می رفتند. شاید هم این آثار اولین نقاشی های روزهای تعطیل تاریخ بشر باشد. با هر گونه معیار هنری که این نقاشی ها را بسنجیم می بینیم از زیبایی و کمال فوق‌العاده‌ای برخوردارند. گذشته از مطالب گفته شده، محیط ناشناخته اطراف برای انسان آن روزگار پر مخاطره بود و سوال‌های بی جواب برایش به وجود می آورد. این نقاشی ها باید با پاره ای از آن اسرار نیز ارتباط داشته باشد. در نتیجه از بعضی لحاظ جنبه مذهبی هم دارد. این نقاشی ها باید با پاره ای از آن اسرار نیز ارتباط داشته باشد. در نتیجه از بعضی لحاظ جنبه مذهبی هم دارد. سمبول‌های حیوانات که به آنها توتم می‌گویند از بسیاری لحاظ با حیوانات نقاشی شده در غارها تفاوت دارد. هدف از به وجود آوردن توتم‌ها به مراتب از لحاظ اجتماعی بغرنج‌تر می‌باشد. از آنها علاوه بر مقاصد مذهبی برای حفظ قوانین بدوی نیز استفاده می‌شد. روابط و پیوندهای خانوادگی از روی آنها تعیین می‌گردید و هر گروه دارای توتم ویژه خود بود. توتم‌های یک قبیله پاسخگوی مقاصد علمی آنها نیز بود. به کمک آنها روابط مجموعه ستارگان و محل و نحوه تغییر مکان آنها در فصول مختلف را تعیین می‌کردند. به تدریج این توتم ها به عنوان اولین تقویم انسان مورد استفاده قرار گرفت و علائم نجومی نظیر سرطان و عقرب و غیره که هر یک از ما با آن آشنا هستیم و بسیاری از ما امروز سعی می کنیم از روی آنها صفات و خصوصیات اشخاص را پیدا کنیم از همان توتم ها سرچشمه گرفته است. برای آنکه نقاشی‌های ما قبل تاریخ را بتوانیم به درستی دسته‌بندی کنیم، باید به تعریف شیوه بدوی به عنوان یک سبک بپردازیم. هنر طرح‌های پریمیتیو یا بدوی از لحاظ سبک ماهرانه و بغرنج نیست. این بدان معناست که در این سبک فنونی که بتوان به وسیله آن به شبیه‌سازی دقیق از محیط طبیعی پرداخت وجود ندارد. در واقع این سبکی مملو از رمز است که به آنها معانی بسیاری داده شده است. شاید به همین دلیل بتوان گفت این سبک بیشتر به تکامل نگارش نزدیک است و نه بیان. تصویر نقاشی های غار که از آنها یاد شد تلاشی برای ترسیم یک شی به طرز واقع گرایانه است و هنرمند نهایت کوشش خود را در آنها به کار برده است و شخص یا اشخاصی که آنها را ترسیم کردند به طور قطع از توانایی خاصی برخوردار بودند که سایر همقطارانشان از آن محروم بودند. این نقاشی ها در واقع زبانی بود که همه کس آن را می فهمید ولی نمی توانست آن را به کار گیرد. حال آنکه توتم معمولاً شکل هایی است که از طبیعت گرفته می شود ولی به صورت انتزاعی و ساده شده ساخته می شود. این سمبول ها یا رمز های انتزاعی را هر کس می تواند به علت سادگی ترسیم کند و در نتیجه زبانی است که نه تنها همه می توانند آن را بفهمند بلکه بدان وسیله ارتباط نیز برقرار می کنند.
اگر یک گام بیشتر در راه ساده کردن علائم برداریم، به شکل‌هایی می‌رسیم که هیچ نوع رابطه و تشابهی با اشیای طبیعی ندارند و در واقع کدهای خاصی دارای معنا هستند. معانی آنها قراردادی است و باید آنها را ابتدا آموخت، سپس می‌توان آنها را فهمید و یا به وسیله آنها تفهیم نمود. اعداد و حروف الفبا از جمله این نوع علائم محسوب می شوند. با توجه به اینکه داشتن سیستم خواندن و نوشتن به صورت امروز دور از دسترس انسانهای اولیه بود، وفور سرشار رمزها و سمبولها در آن جوامع اسباب تعجب نیست. مقاوم سازی در برابر زلزله. نخستین همایش بین المللی 5 الی 7 اردیبهشت 1385 تهران، محل همایش های بین المللی صدا و سیما. برگزار کنندگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی تکنیک تهران و آکادمی بین المللی هنر، علوم و فناوری، دهکده دانش، دبی. سمبول در ارتباط بصری در واقع نوعی کوتاه نویسی است و به خصوص در هنر پریمیتیو حاوی مقدار زیادی اخبار فشرده است که از سوی طراح به بیننده منتقل می شود. جنبه‌های دیگری نیز در هنر پریمیتیو وجود دارد که در شدت بخشیدن و تقویت معنا کمک می کند. از جمله این عوامل، سادگی شکل‌ها در این سبک، تخ بودن تصاویر یا فقدان سایه روشن یا بعد سوم و استفاده زیاد از رنگ‌های اصلی است. مجموعه این فنون کیفیتی کودکانه به سبک پریمیتیو می‌دهد. این کیفیت کودکانه از خصوصیات مهم این سبک است. در نقاشی کودکان و نیز نقاشی به سبک پریمیتیو متوجه می‌شویم که به عمد از جزئیات زیباشناسانه صرف نظر شده است و از انواع مختلف عناصر و شکل‌هایی با نوعی شتاب زدگی در آنها استفاده می‌گردد تا به دانها یک معنای کلی و پردامنه داده شود. در هنر کودکان و پریمیتیو، استفاده از انواع مختلف شکل‌ها و موضوع‌ها که در واقع نوعی بینش التقاطی است، وسیله بسیار مهم و قوی برای بیان مطالب محسوب می‌شود. در یک کاریکاتور با استفاده از بعضی از نقاط برجسته یک صورت و صرف نظر کردن از مابقی اجزای آن، تصویر به نحوی عرضه می شود که گاه به مراتب واقع گرایانه تر از یک عکس طبیعی است. علت آن است که مهمترین خصوصیات ویژه یک موضوع انتخاب می شود و به طرزی اغراق‌آمیز عرضه می گردد. در نتیجه دریافت موضوع برای بیننده